عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیونی ایران من. گفتار امشب رو در ارتباط با کل فعالیت هایی که در خارج از ایران وسیله ایرانیان در واقع مهاجر صورت گرفته فکر کردم که چند دقیقه در مورد این سیر تحولی این فعالیت ها گفتگویی با هم داشته باشیم و مطمئنم خب بسیاری از شما خودتون ناظر و شاهد بودید این تغییراتی که در طی 30 سال گذشته در ارتباط با فعالیت‌های جوامع ایرانی، فعالیت سازمان‌های مختلف ایرانی در خارج کشور صورت گرفته. یک مروری بکنیم و ببینیم که در واقع این تغییر و تحولات چطور اتفاق افتاده. ما 30 سال قبل موقعی که در واقع اولین سیل مهاجرت ایرانیان بعد از انقلاب در از ایران اتفاق افتاد، همونطور که میدونید قبل از انقلاب تعداد زیادی دانشجوی ایرانی در آمریکا و در کشورهای اروپایی مشغول به تحصیل بودند. به طور عمده در آمریکا نزدیک به شاید 700 هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می‌کردند که پس از وقوع انقلاب یا تعدادی از اونها اصلا به ایران برنگشتند و یا اونهایی هم که برگشتند خیلی سریع دوباره رخت سفر بستند و ایران رو ترک کردند. اون چه که در سالهای در واقع نخستین دهه 80 در آمریکا و در کشورهای اروپایی اتفاق افتاد یه مقدار زیادی با هم متفاوت هست، به این شکل که کسانی که در آمریکا تونستند که خودشون رو به آمریکا برسونن از ایران عمدتاً یا کسانی بودند که به علت در واقع اتصالاتی که داشتن با رژیم سابق ایران به شکل پناهنده از همون ابتدا از ایران به امریکا آمدند، یا تعداد زیادشون دانشجویانی بودند که در حال تدریس در آمریکا بودند، در حال تحصیل در آمریکا بودند و از سفر به برگشت به ایران یا خودداری کردند یا اینکه به هر حال شرایط ایران خیلی سریع به شرایط جنگی تبدیل شد و جنگ ایران عراق و کسانی که اینجا مونده بودند به هر حال تصمیم گرفتن که در همینجا مقیم بشن و به شیوه‌های قانونی و حتی غیر قانونی سعی کردن که اقامتی رو در اینجا پیدا بکنن. در نتیجه در همون سالهای اول به خصوص سالهای اول و دوم بعد از انقلاب مشابه با 2-3 سال آخر در واقع قبل از انقلاب از سالهای 74-75 خیلی فعالیت‌های سیاسی در آمریکا صورت می‌گرفت و در اروپا و همچنین خیلی دانشجوها جذب فعالیت‌های سیاسی بودند. سازمان‌های کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا خیلی فعال بود و گروه‌های سیاسی دیگه هم هر کدوم به نسبت خودشون کارهای سیاسی می‌کردند. بعد این حرکت‌ها به طور ناگهانی از حوالی سالهای 61-62 ایرانی که حدوداً میشه 82-83 افت میکنه، به خاطر اینکه رژیم در داخل کشور شروع به تعقیب و در واقع تحت فشار گذاشتن فعالین سیاسی در ایران کرد. بسیاری از این سازمان‌های سیاسی غیرقانونی اعلام شدند و نمایندگانشون و کسانی که وابستگی داشتن به سازمان سیاسی در ایران به زندان افتادند و در نتیجه یک سیر مهاجرت شدید در همون حوالی سالهای 81-82 از داخل ایران شروع شد، ولی بیشتر کسانی که به جرم سیاسی از ایران فرار می‌کردند جذب کشورهای اروپایی شدند و به آمریکا نمی‌رسیدند. اینها به خاطر اینکه با اتفاقی که در ایران افتاد و مسئله گروگانگیری دفتر سفارت آمریکا در تهران تعطیل شد و چون اینها نمیتونستند در اروپا به راحتی ویزای آمریکا بگیرند، اکثر این فعالین سیاسی که از ایران خارج میشدند در اروپا ماندگار شدند، در هلند، در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، در سوئد، در ایتالیا،
هر کدوم به نسبت تعدادی از این پناهندگان سیاسی رو در خودشون جذب کردن و اینها از همونجا در واقع زندگی خودشون رو ادامه دادن. به همین دلیل خاص در واقع جوامع ایرانی در اروپا به مراتب سیاسی تر و فعالتر از نظر سیاسی هستند تا جوامعی که در آمریکا به وجود آمد. در آمریکا اصولاً طبیعتاً کسانی که مونده بودند به خصوص بعد از وقایع در واقع اشغال سفارت آمریکا و مسئله گروگانگیری جمع کثیری از ایرانی‌ها مایل نبودند که به هیچ شکلی به اسم ایرانی شناخته بشن. این ادامه پیدا می‌کنه تا در واقع سال‌های پایانی جنگ ایران عراق و سال‌های پایانی دهه 80 و بنابراین ترجیح دادند که به صورت سازمان‌های فرهنگی غیر سیاسی فعالیت بکنند. شب‌های شعر در بعضی شهرها می‌ذاشتند، شب‌های موسیقی، شب‌های تئاتر و گاه‌گداری هم سخنرانانی از این ور اون ور حاضر می‌شدند برای خوندن شعر، بین این شهرها مسافرت می‌کردند. گروه های کلاس زبان و کلاس زبان فارسی برای بچه ها هم کم کم از همین اوائل سالهای 90 شروع به شکل گیری میکنه، به خاطری که همونطور که گفتم دوره اول دهه 80 بسیاری از این پدر مادرها و خانواده هایی که در آمریکا زندگی میکردن مایل نبودن حتی به بچه هاشون زبان فارسی یاد بدن. علتش این بود که بچه هایی که توی مدرسه خودشون رو در واقع معرفی میکردن به عنوان ایرانی نگران بودن پدر مادرهاشون که به خاطر قضیه گروگانگیری و مسئله اشغال سفارت اینها مورد تهدید مردم قرار بگیرن و عوام اونها رو اذیت بکنن تو مدرسه. بنابراین این بچه‌ها هم به هیچ شکلی خودشون رو به عنوان یک ایرانی آیدنتیفای نمی‌کردن و خودشون معرفی نمی‌کردن به عنوان یک ایرانی. در سالهای آغازین دهه 90 در بسیاری از شهرهای آمریکا کانون‌های فرهنگی به وجود آمد و در بعضی جاها هم کانون‌های تخصصی. از سالهای میانی دهه 90 یک نوع دیگری از فعالیت‌ها شروع میشه به نام فعالیت‌های حقوق بشری که برخی از کسانی که مایل بودن کار سیاسی بکنن ولی به اون شکل در واقع تعهدی به هیچ نوع سازمان سیاسی یا خط فکری مشخصی نداشتند و نمیخواستند که در واقع از هیچ سازمان سیاسی دفاع کرده باشند یا حمایت کرده باشند یا ایدئولوژی خاصی رو تبلیغ بکنن، دور محور بیانیه جهانی حقوق بشر جمع شدن و این سازمان‌های حقوق بشری رو در بعضی شهرهایی که تعداد ایرانی به اندازه کافی داشت به وجود آوردن و این کارها رو بیشتر در این جهت می‌کردن که معتقد بودن در هر کشوری که هستن به هر حال از یک حقوق انسانی باید برخوردار باشن و برای اون حقوق انسانی فعالیت می‌کنن. از حوالی سال 2000 به بعد، یعنی در دهه گذشته اقامت ایرانی‌ها در آمریکا، کم کم یه سری فعالیت‌های صلح‌طلبانه هم به این فعالیت‌های حقوق بشری اضافه شد و کسانی که نگران این بودند که ایران هدف یه حمله نظامی از طرف آمریکا و دولت بوش قرار بگیره، فعالیت‌های خودشون رو متمرکز کردن روی اینو کارهای صلح دوستانه. ادامه این حرکت در داخل ایران هم اتفاقاتی رخ داد. همونطور که می‌دونید در سال 97 آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور در ایران انتخاب شد و یک جو سیاسی در داخل ایران به وجود آورد که اون جو سیاسی به تبع به خارج از کشور هم منتقل شد و در بین ایرانیایی که در خارج کشور بودن علاقه و در واقع اشتیاق به موضع‌گیری‌های سیاسی در ارتباط با ایران هم افزایش پیدا کرد و در بعضی شهرها سازمان‌هایی به وجود آمدند که این سازمان‌ها کار سیاسی فرهنگی می‌کردند، یعنی کار اجتماعی فرهنگی می‌کردند، سخنران‌هایی می‌آمدند، سازمان‌هایی مثل سیرا، مرکز مطالعات ایرانی به وجود آمد از بین در واقع آکادمیسیان‌ها و استادان دانشگاه ایرانی در آمریکا که حول محورهای در واقع تحقیقاتی و آکادمیک کار می‌کردند، در مورد ایران تحقیق می‌کردند، چه در مورد اقتصاد، در مورد علوم سیاسی و غیره، و این ادامه پیدا کرده تا امروز که ما در شهرهای مختلف به خصوص در دو سال گذشته و بعد از وقایع انتخابات سال گذشته در ایران شاهد بودیم که دوباره سازمان‌هایی که صرفاً کار سیاسی می‌کنن هم به وجود آمده و کار سیاسیشون هم به طور مستقیم در ارتباط با ایران هست، به عنوان اعتراض به جمهوری اسلامی، برگزاری دموکراسیون‌های مختلف، تظاهراتی که در سال گذشته شاهد بودیم در همین شهر پورتلند هم گروهی به وجود آمده بود و گروه‌هایی به وجود آمده بود که هر کدوم به نفع خودشون بده به سهم خودشون در واقع فعالیت سیاسی بر علیه رژیم حاکم در ایران فعالیت کردند.
آینده به ما نشون میده که در واقع ایرانی ها به مرور در سیستم سیاسی آمریکا دارن جذب میشن و بنابراین در آینده شاهد این خواهیم بود که اون فعالیت های حزبی چه در آمریکا به شکل در واقع حمایت از حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه، حزب سبز یا حزبای دیگه که وجود داره، هم این فعالیت ها بیشتر خواهد شد. الان هم تعداد زیادی از جوانای نسل دوم ما که در آمریکا به دنیا آمدن و بزرگ شدن و تحصیل کردن جذب اینو فعالیت ها میشن. یعنی به مرور شما میبینید که در انتخاب انجمنهای شهر در شهرهای مختلف شرکت میکنن، در برای کنگره آمریکا ران میکنن در شهرهای مختلف. همین برای همین انتخابات ماه نوامبر 4 یا 5 ایرانی هستند که از در ایالت‌های مختلف رود آیلند، مریلند، واشنگتن دارن ران میکنن برای کنگره از احزاب مختلفی که در مقابل هم قرار گرفتن. به هر حال ایرانی ها بعد از 30 سال دارن اون شکل سازمان یافته خودشون رو در فعالیت‌های خارج کشور به خودشون میگیرن.